سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. امروز آموزش بافت این پروانه های زیبا رو داریم. ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و توی کامنت نظراتتون رو بهم بگید و کانال رو سابسکرایب کنید. خب بریم سراغ آموزش. برای این بافت من از قلاب شماره 2 استفاده کردم. برای شروع کار یه حلقه جادویی ایجاد میکنیم به این صورت و 7 تا زنجیره بزنید. خب ببینید، برای این بافت که بهش بافت تونسی میگن، ما با جلوی حلقه زنجیره ها کاری نداریم. برمیگردونیم زنجیره ها رو، پشت زنجیره های حلقه های ایجاد شده. ببینید این حلقه یا زنجیره بعدی که این حلقه رو ایجاد کرده، ما بافت رو باید توی اینها انجام بدیم. برای راحتی کار آخرین زنجیره با دست نخ رو نگه دارید تا حلقه ایجاد شده رو راحت تر بتونید ببینید. قلاب رو وارد میکنیم و یه نخ میگیریم و نمیبافیم. میریم به حلقه بعدی، قلاب رو وارد میکنیم، به این صورت نخ رو میکشیم بیرون و نمیبافیم. تا انتهای زنجیره ها همین کار رو انجام میدیم. از حلقه پشتی به این صورت قلاب رو وارد میکنیم و نخ رو بیرون میکشیم. به این صورت یه دونه هم از حلقه جادوییمون نخ رو بیرون میکشیم. الان جمعاً 8 تا حلقه روی قلابمون ایجاد شده. دوتا دوتا با هم میبافیم به این صورت. دوتا دوتا ببینید تا آخرین حلقه همینطور دوتا دوتا میبافیم. برای آخرین حلقه هم گفتم با دست بگیرید که راحت تر بتونید نخ پشتش رو ببینید. خب دوباره از حلقه های پشتی از اولی نخ رو بیرون میکشیم و یه پایه بست میزنیم. از حلقه های بعدی هم همینطور نخ رو بیرون میکشیم. 1 2 3 4 5 و یه دونه هم از حلقه جادوییمون. الان 7 تا نخ روی قلاب داریم. مجددا دوتا دوتا نخها رو میبافیم تا به انتهای حلقه ها برسیم. به این صورت خب دوباره اولین حلقه رو پایه بست میزنیم یا بافت نامری انجام میدیم و از حلقه های بعدی نخ رو بیرون میکشیم. 1 2 3 4 و یه دونه هم از حلقه جادوییمون. الان 6 تا نخ روی قلاب داریم. دوتا دوتا با هم جمع میکنیم. خب دوباره اولین حلقه رو بافت نامرئی انجام میدیم و از حلقه های بعدی نخ رو بیرون میکشیم. 1 2 3 و یه دونه از حلقه جادوییمون. الان 5 تا نخ روی قلاب داریم. دوتا دوتا میبافیم به این صورت. درج آخر همه رو بافت نامرئی انجام میدیم. 2 3 و یه دونه توی حلقه جادویی. خب ببینید اولین بال پروانه‌مون شکل گرفت. خب برای بال کوچیکترش 4 تا زنجیره بزنید
یک، دو، سه و چهار. دوباره از حلقه های پشتی نخ رو بیرون بکشید. یک، دو، سه. یه دونه هم از حلقه جادویمون که 5 تا نخ روی قلاب داریم، حالا دوتا دوتا با هم میبافیم. دوباره از حلقه ها نخ رو بیرون میکشیم. دو، سه و چهار. حالا نخ ها رو دوتا دوتا با هم میبافیم و آخرین رج توی همه حلقه های پشتی یه دونه بافت نامرئی انجام میدیم. خب ببینید یک طرف پروانه‌مون الان شکل گرفته، یعنی این و این. حالا میخواییم سومی رو ببافیم. دوباره همون کار رو تکرار میکنیم. 4 تا زنجیره میزنیم. از حلقه های پشتی نخ رو بیرون میکشیم. یک، دو، سه و یه دونم از حلقه جادوییمون که مجموعاً 5 تا نخ روی قلاب دوتا دوتا با هم میبافیم. دوباره از حلقه های پشتی. یک، دو و سه و یه دونم از حلقه جادوییمون، دقیقاً عین بال قبلی که بافتیم. و رج آخر همه رو بافت نامرئی. یک، دو، سه و یه دونم توی حلقه جادویی. خب برای بافت بال بعدی 4 تا زنجیره میزنیم. یک، دو، سه و چهار. حالا از حلقه های پشتی دوباره نخ رو بیرون میکشیم. پنج تا نخ روی قلاب داریم، دوتا دوتا با هم میبافیم به این صورت. حالا یه زنجیره میزنیم و از حلقه های پشتی دوباره نخ رو بیرون میکشیم. یک، دو، سه. چهار و یه دونه هم از حلقه جادوییمون. الان 6 تا نخ روی قلاب داریم، دوتا دوتا با هم میبافیم. حالا یه زنجیره میزنیم و دوباره از حلقه های پشتی نخ میگیریم. اولیش که از همون زنجیرهی که زدیم و بقیه رو مثل قبل میگیریم. 4، 5 و 6. الان 7 تا نخ روی قلاب داریم، دوتا دوتا میبافیم. مجددن یه زنجیره و یه نخ از همون زنجیره و بقیه رو از حلقه های پشتی بافت رج قبلی به این صورت میگیریم. یه دونه هم از حلقه جادویی. الان 8 تا نخ روی قلاب داریم. در واقع توی هر رج ما یه دونه اضافه میکنیم. حالا دوتا دوتا میبافیم.
عرج آخر توی همه حلقه ها یه دونه بافت نامری می بافیم. ببینید 4 تا بالش رو بافتیم. حالا حلقه جادویی رو جمع میکنیم، نخ رو میکشیم تا بافتمون جمع بشه به این شکل. با یه زنجیره کار رو تموم میکنیم و اضافه نخ رو قیچی میکنیم. خب برای بدن پروانه‌مون با یه نخ دیگه شروع می‌کنیم به زنجیره زدن. من اینجا 28 تا زنجیره می‌بافم. خب زنجیره ها رو برمیگردونیم و از حلقه های پشتی زنجیره ها نخ رو بیرون میکشیم و یه بافت نامری توی همه حلقه ها میبافیم به این صورت. خب من این بافت رو انجام دادم. حالا باید به این صورت روی پروانه‌مون وصلش کنیم. برای این کار از یه نخ و سوزن استفاده می‌کنیم. و با یه دوخت ساده به هم وصلش می‌کنیم. خب اینم از پروانه خوشگلمون. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا ویدیوهای بیشتری براتون نمایش داده بشه. ممنونم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید.